67 سازمان حقوقی در بیانیه مشترک از مقامات بحرین خواستند به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر درباره زندانیان اندیشه پاسخ گفته و فورا آنها را آزاد کنند در این بیانیه آمده زندانها و بازداشتگاه ها یکی از مکان است که بیشتر در... که بیشتر در معرض خطر بیماری های مصری قرار دارد و با توجه به شرایط کنونی امکان حفظ فاصله بین افراد در آن مهیا نیست این بیانیه زندان های بحرین را با مشکل تراکم بالای تعداد زندانیان مواجه دانسته است این سازمان ها در ادامه بیانیه خود به پرونده سنگین مقامات امنیتی بحرین در محروم سازی زندانیان از درمان به عنوان یکی از ابزارهای شکنجه اشاره کرده و بیان داشتند این وضعیت نسبت به وقوع فاجعه ای در زندان ها هشدار می دهد که با رسیدن بیماری کوید 19 به زندانیان به وقوع خواهد پیوست. شان ذکر است میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز 25 مارس 2020 از حکومت ها خواسته بود تا در چارچوب تلاش های همه جانبه ای که برای مقابله با ویروس کرونا انجام میگیرد نسبت به اتخاذ تدابیری فوری با هدف حفظ سلامتی زندانیان اقدام کنند این فراخان انسانی از سوی تعدادی از کشورها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت و به آزادی هزاران تن از زندانیان و بازداشت شدگان در چارچوب طرح مبارزه با کرونا منجر شد این در حالی است که تعدادی از کشورها این درخواست نپذیرفته و یا آن را به گونه نامناسب مناسب به اجرا درآوردند